شورای امنیت سازمان ملل متحد میداند. سخنگوی کاخ سفید میگوید که نشانه های وجود دارد که آزمایش موشکی جدید ایران قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است. ایران دو روز پیش یک موشک دردبرد را به نام اوماب موفقانه آزمایش کرد و گفت که این از آزمایش موشکی تأثیر بر توافق هسته‌ای این کشور با جهان ندارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای کاهش تنش‌ها میان فلسطین و اسرائیل به زودی به خاورمیانه سفر می‌کند. آقای کری می‌گوید که از درگیری‌های خونبار میان فلسطینیان و اسرائیلیان نگران است و از همین رو سرگرم کار برای توقف این خشونت است. نیز به زودی از منطقه دیدار خواهد کرد. در همین حال مقام‌های فلسطینی حمله‌های خشونت‌دار نیروهای اسرائیلی را بر فلسطین جنایت جنگی می‌داند و می‌گوید که می‌خواهد در این باره رسماً به دادگاه جهانی جنایت‌های جنگی شکایت کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از تصمیمش برای سفر به منطقه خاورمیانه سخن میزند. آقای کری که در یک نشست خبری مشترک با همتای اسرائیلیش در واشنگتن سخن میزد میگوید که این سفر با هدف کاستن از تنش‌ها میان اسرائیلیان و فلسطینیان صورت میگیرد. با گفته وی تلاش خواهد کرد و خواهد دید که آیا میتواند وضعیت را از این سرآشوبی بیرون بکشد یا خیر. در اخیر هفته من با نخست وزیر نتانیاهو و رئیس جمهور عباس در تماس بودم و ما هم اکنون سرگرم کار روی آرام کردن تنش‌ها هستیم و من به زودی به منطقه خواهم رفت. هدف ما بیرون شدن از این پرتگاه است. باید یک راه حل تشکیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل دنبال شود. اما در سالهای اخیر یک افزایش گسترده در شمار ساخت شهرک‌های یهودی نشین در بخش‌های اشغالی دیده می‌شد که چیزی که مانع جدی برای راه حل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل پنداشته می‌شود. اما تنش‌های جاری ناامیدی را برای رسیدن به این هدف بیشتر می‌سازد. اما من امیدوار هستم که می‌توانیم جلوی ادامه این خشونت‌ها را میان فلسطینیان و اسرائیلیان بگیریم. تنش‌ها میان فلسطینیان و اسرائیلیان از چند هفته پیش و پس از یورش نظامیان اسرائیلی به مسجد الاقصا در بیت المقدس و درگیری با نمازگزاران فلسطینی آغاز شد. حکومت اسرائیل در آن زمان خواستار محدود کردن دسترسی مسلمانان به مسجد الاقصا به بهانه سال نو یهودی شده بود. ده ها فلسطینی و چندین اسرائیلی در روزهای گذشته در درگیری‌ها در بخش‌های اشغالی کشته شدند و صدها فلسطینی دیگر زخمی شدند و هم از سوی نیروهای اسرائیلی بازداشت شدند. در همین حال صاحب رقاب گفتگو کننده ارشد فلسطینی اسرائیل را با جنایت جنگی در برابر فلسطینیان غیر نظامی متهم میکند و میگوید که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین راهکار چگونگی شکایت از این جنایت های اسرائیل را به دادگاه جهانی جنایت های جنگی زیر بررسی دارد. سید هاشم هاشمی استاد دانشگاه و آگاه رابط بین الملل با ما هستند. خوش آمدید آقای هاشمی و بحث ما. در حالی که خاورمیانه در آتش جنگ می سوزد، چی باعث شد که حالا میان فلسطینیان و اسرائیلیان یک بار دیگر درگیری ها به اوج بگیرد؟ بیشتر عواملش را در چی می دانیم؟ به نام خدا و عرض سلام حضور شما و بیننده عزیز، آنچه باعث شد که یک بار دیگر در بین فلسطین و اسرائیل دوباره موجی از تنش و منازعات خرد و کوچک اتفاق بیفتن، من فکر میکنم خب یک چیز از یک جهت چیز طبیعی است، به خاطر که از دیر زمانی بین اسرائیل و فلسطین منازع وجود داره و این منازع هر از گاهی جنگ های خرد و کوچک را به بار آورده. اما در جهت دیگر تحولات دیگری که در این منطقه به اتفاق افتیده به تازگی، این تحولات نیز شاید فلسطینی ها را این انگیزه را داده باشد تا دوباره بحث استقلال طلبی و بحث پس گرفتن سرزمین های اشغالیشان را که توسط اسرائیل از دیر زمان اشغال شده این را دامن بزند، تا در این حالی که گفتمان های دیگر و منازعات دیگری در منطقه خاورمیانه جریان داره و طرف های درگیر و قدرت های جهانی به خاطر حل و فصل این معضلات داره چانه زنی میکنه تا از راه مذاکره و گفتگو به این بحران ها نقطه پایان ببخشه، فلسطینی ها شاید از این فرصت با این برداشت که بحران و مشکل جنگ میان اسرائیل و فلسطین و قضیه صلح عرب و اسرائیل، اگر ما بتانیم با این شورش های خرد و کوچک دوباره این موضوع را دامن بزنیم و این موضوع تنیزا شود در منطقه، شاید قدرت های جهانی ایران در محور بحثشان قرار بده و به خاطر حل فصل
جنگ عرب و اسرائیل و آنچه در بین فلسطین و اسرائیل فعلا جریان دارد، معنی نازل زمین هست و سرزمین ها و مناطق اشغالی فلسطینی ها، این موضوع را اینا در دستور کارشون قرار بده و ایران در کنار فرض کنیم بحران سوریه، بحران عراق، بحران یمن، ایران در دستور کار قرار بده و به خاطر یافتن نقطه پایان در واقع این اقدام را به خرج بدن. اما من فکر میکنم که بحران و او منازعه ریشه‌ای که در میان عرب و اسرائیل، خصوصا بین اسرائیل و فلسطین وجود داره، این دو طرف صرف اسرائیلی ها و فلسطینی ها نیست، بلکه اینجا گفتمان ایدئولوژیک مطرح هست و بحث اعراب و اسرائیل هست و در اون جهت هم اسرائیل صرف خودش نیست، بلکه اسرائیل به نمایندگی از یک حوزه فکری و حوزه که باورهای ضد اسلامی داره حمایت میشه و برنامه‌اش را در همون راستا در واقع طرح میکنه. و در کنار دیگه بحث جهان عرب و جهان اسلام هست که اینا میخوان هرگز این موضوع را بهش اذعان نداشتن که سرزمین را به عنوان اسرائیل در خاورمیانه اینا به رسمیت بشناسه و اینطور یک سرزمین با این ساختار اجتماعی و مذهبی در واقع در خاورمیانه وجود داشته باشد تا در آینده های نزدیک و دور امو ریشه های فرهنگی و عقیدتی جهان عرب را با تهدید مواجه بسازد. حالا قرار است که جان کری سفر بکنه با خاورمیانه، فکر میکنین که اصلا این سفرشون چقدر اهمیت داره و جان کری چی کار را میتونه انجام بده؟ هر باری که خب سفرهای از سوی مقام های امریکایی برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل پیش میشه، میان به گونه موقتی تا چند روز را حل میکنن، پس دوباره میرن، پس دوباره تنش آغاز میشن. اگر ایالات متحده آمریکا بخواد، فکر نمیکنین که بحث میان اسرائیل و فلسطین حل میشه با شکل دائمی؟ اقدامی که تازه آمریکا روی دست گرفته یک حرف نو نیست، شاید این 11 مورد و 11 بار است که به خاطر برقراری صلح بین اعراب و اسرائیل و پایان بخشیدن به جنگی که در منطقه خاورمیانه بر سر اسرائیل و فلسطین جریان داره اقدام میکنه و این اقدام اول آمریکا هم نیست. آنچه مهم است و آنچه در واقع کارساز واقع میشه به خاطر پایان بخشیدن این بحران، او برمیگرده به ساختارهای تقسیم قدرت در این منطقه و در ضمنش منافع و اهدافی که قدرت‌های درگیر و دخیل در این قضیه اینا دارن. برای آمریکا اسرائیل در دستور کارش و در رأس استراتژیش قرار داره حفظ امنیت و ثبات اسرائیل در خاورمیانه و حمایت از اسرائیل در برابر تهدیدات امنیتی و تهدیداتی که از کشورهای پیرامونش متوجهش میشه. پس از او حمایت از دولت‌های طرفدار و دولت‌های در واقع متحد آمریکا در منطقه از دیگر اهداف آمریکاست. تسلط و در واقع دسترسی به منابع انرژی و منابع نفتی و حفظ امنیت این منابع که برای آمریکا حیاتی هست، این از دیگر اهداف کلان آمریکا است. و در این نظیر ممانعت از دسترسی کشورهای خاورمیانه، خصوصا کشورهایی که تضاد فکری و در واقع برنامه هایشان در مغایرت با اون چی آمریکا تعقیب میکنه در جغرافیا قرار داره، جلوگیری از دسترسی این تعداد کشورها به سلاح‌های کشتار جمعی، اینا منافع آمریکا، منافع کلان آمریکاست در این منطقه. در کنارش ایران به عنوان حامی اسرائیل و خود حامی فلسطین و سوریه و گروه حزب الله لبنان، اینا هم در واقع در مجموع در تبانی با جریان حماس فلسطین اهداف و برنامه های خاص خود دارند. وقتی تضاد برنامه ها و تضاد اهداف در این منطقه درست تعریف نشه و یک نقطه مشترک پیدا نشه، فکر میکنیم دستیابی به صلح کار سخت است. در یک مورد مطرح میشه که دوباره همون بیت المقدس به عنوان خط فاصل این دو کشور قرار بگیره، فلسطین را اسرائیل ها به عنوان کشور مستقل بپذیرن و سربازایش را از مناطق اشغالی بر بگردنن، در کنارش فلسطینی ها اسرائیل به عنوان کشور مشروع و کشور مستقل در این جغرافیا بپذیرند. اما یه چیزی است که
قدر قدرت ها توافق کنن، ملت هایی که در جغرافیا زندگی میکنن هرگز اینا نپذیرفتن. به گذشته تاریخی قضیه ما اگر بر بگردیم، حالا با تفصیل نمیشه روی صحبت کرد چون زمان کافی نیست، اما در گذشته هم اگر جریان های حاکم در فلسطین آمده بحث به رسمیت شناختن اسرائیل را مطرح کردن، در کنارش پس کشیدن و عقب زدن سربازان اسرائیلی از خاک فلسطین، اما این موضوع از طرف مردمان فلسطین و در مجموع جهان اسلام مورد قبول واقع نشده و شورش ها و موج مخالفت ها از درون جامعه برخواسته و هیچگاه بحثی بر رسمیت شناختن اسرائیل را اینا نپذیرفتند. در اون جهت نیست، خصوصا ما زمانی صحبت میکنیم که حزب لیکود برابری نتانیاهو حاکم است در اسرائیل و این حزب بیشترین اعضایش و خط مشی فکریش در واقع خط مشی افراطی و تندروانه نسبت به اسلام است. تا زمانی که این حزب در اسرائیل حاکم باشه و این طرف هم ما یک تساهل و یک گذشت نسبی از آرزوها و خواستهای مردم فلسطین نداشته باشیم، ایجاد صلح و دستیابی به صلح در این منطقه کار دشوار است، به خاطر از اینکه جریان ها و ساختارهای سیاسی اجتماعی منطقه قسم شکل یافته که جلوگیری میکنه از یافتن یک استراتژی و یک برنامه مشترک به خاطر رسیدن به صلح در این منطقه. سپاس از سر شما سید هاشم هاشم، استاد دانشگاه و آگاه رابط با ملل. ممنون از شما. هواپیمای مالزیا توسط یک موشک روسی